ادامه برنامه صبح و زندگی است. بازم عیدتان مبارک باشه و روز سوم عید ما بازم ویژه برنامه را بر شما ایزان در نظر گرفتیم. امروز هم 3 ساعت با شما ایزان هستیم تا ساعت 10. شما هم در کنار ما باشید و لحظاتتان همچنان خوب و خوش سپری کنید. بله رویا جان، روز سوم عید از دیگه یک تعداد از هموطنان ما که تال نتونستند به دیدن خویشاوندا، اقارب و دوستانشان برن، فرصت خوب است که شما هم از سومین روز عید استفاده بکنین و حتما به دید و وادیدشان برین که به خیر لحظات عیدتان خوب سپری شود. اگر نه که بعد از عید خیر بریم، باز همو گپ میشه دیگه، خینه بعد از عید فایده نداره. نه بله دیگه، دقیقاً همو گپ است. بازم مهماندار هستیم، مهمان خیلی عزیز و محترمی را با خود داریم در این لحظات برنامه. معین هوانوردی ملکی جناب آقای حسیب الله سروش همراه ما هستند. آقای سروش خوش آمدید میگیم، عیدتان مبارک باشه. عید شما مبارک باشه، عید تمام هموطنان ما مبارک باشه. ان شاء الله که یک عید خوب و خوش همگی سپری کرده باشن و روزهای بعدی هم که در راه هست یک روزهای خوب و پر از صفا و صمیمیت و صلح و امنیت باشه. تشکر، سلامت باشه. خب روز سوم عید است، موین صاحب میشه بگوین که روزهای اول و دوم عید بر شما چطور سپری شده تا حال؟ قاعدتا خب میفهمیم که ما به عنوان کارمندای دولت باید به موارد خاصی که خصوصا در بخش هوانوردی شما میفهمیم که پروازها وجود داره و ما به موارد از او باید بپردازیم که تمام مسافرانی که میخوان به صورت نرمال بتانن مسافرت بکنن به مقاصد خود. از همین خاطر ما گاه گاهی معمولا در روزهای عید مصروف امور کاری میباشیم و روز اول کاری را به دفتر سر میزنیم و از همکارای ما که در او بخش هستند از او هم همراهشان عید مبارکی میکنیم و هم تشکری و قدردانی از کاریشان که در روزهای که عید است و روزهای رخصتی است و میتونن که هنوز هم ارائه خدمت به مردم بکنن و تلاششان قدردانی و سپاس کنه. واقعا رئیس آدم یا کسی که مسئولیت همو بخش داره وقتی که از کارمندا به خاطر کارهایشان به خاطر زحماتشان تشکر میکنه، واقعا چقدر به کارمند روحیه میدیم. ما شما کارمند هستیم، این قضیه را درک کردیم و میفهمیم که وقتی یک رئیس آدم، وقتی کسی که مسئولیت او بخش در به عهده داره، وقتی از کارهای ما قدردانی میکنه واقعا خیلی خوشایند است. انگیزه چند برابر زیاد میشه. واقعا با این کارتون شما آقای سروش چقدر روحیه میدیم به کارمندا. و ما هم میخوایم از زمین سوال پرسان بکنم که در کنار از اینکه عید تبریکی میتین به کارمندایتان و به همکارانتان، ایدیام برشان میتین یا نه؟ شما میفهمین که یا معاش دیگه حکومتی دارند و ما امکانات در بودجه حکومت محدودیت وجود داره که ما بتانیم بر از یا، ولی امتیاز خاص دیگه دارند که از او مستفید میشن، اما در شفت کاری که کار میکنن و معاشی که در بخشای مسلکی هست کارمندای ما و در خصوصا در میادین کار میکنن و از یک امتیاز خاص برخوردار هستند که انشالله سر از او پروگرام کار میکنیم که بتانه میره بیشتر بسازیم. بسیار. آقای سروش، در روزایی که مثلا روزایی که مناسبتی هم باشه، شما گفتین به محل کارتان هستیم، باز خانه گله نمیکنن که روزای مناسبتی هم رخصت نیستین، پیش ما نیستین، اولادا، خانومتان، مادر جان، پدر جان گله نمیکنن؟ خب مشکل واقعا وجود داره در این مورد. حتی در روزهای نرمال کاری که ما میرم معمولا تا ناوقت های شب کار میکنیم، چقدر تشنه دیدار روز... فامیل باشین در روزهایی هم که رمضانی بود و در روزهای رمضان هم ما قبل از افطار گاهی و یا بعد از افطار ما به خانه میرسیدم و این خودش یک فشار است. حتما توقع خانواده آدم بیشتر از این است که باید در کنارشان باشین، بهشان برسین، ولی ما نتونستیم متاسفانه ترجیح دادیم که خدمت همگانی تر بکنیم و به تمام ملت افغانستان بکنیم نسبت به این که ما توجه خاص به خانواده داشته باشیم. و خوب است تانستن که حالا درک بکنن و تساهل به میان آمده و بله تساهل به میان آمده و صبر پیشه گرفتن به قول شما. بسیار خوب. خب معین صاحب، اگر همی وظیفه را شما نمی داشتین و کار نمی کردین در این بخش، دوست داشتین در روزهای عید کدام کارا را بیشتر انجام بدین؟ من معمولا قبل از اینکه به نهادهای حکومتی وارد شوم و پیش از او کار میکردم، معمولا این فرصت بسیار خوب در نهادهای بین المللی ما داشتیم که از روزهای عید خوب استفاده کرده میشد که با خانواده باشین و به خبر اقارب بگیرین، به ایدی بزرگا برین خبرشان بگیرین. و من معمولا باز میرفتم به زادگاه ما که اوج پدر و مادر ما زندگی میکنن، به او میرسیدم و همیشه در کنار از وا بودیم، بر علاوه از این که میتونستیم در قریه و همون خانواده ما دور اطراف هم باشیم و لذت ببریم از روزهای عید. خب زادگاهتان کجاست؟
زادگاه ما سی اول کوهستان ولایت کاپیسا هست. بسیار عالی. خیلی جای زیبا هم هست. وقتی که نام از کوهستان بردمش همون زیبایی کوهستان یک لحظه به خاطر آدم میانه جای خیلی مقبول و سرسبز و زیبا و کوهستانی باشه دیگه. خصوصا که در این وقتا فصلش از سیزنش هست. همی شمالی نام داره و همی ماهی حمل و ثور و جوزا بهترین اوقاتی است که شما میتونین از او لحظات سبز شمالی استفاده بکنین. برای لوازی که یک آب هوای فوق العاده داره با این پولوشن دیگه کلمش آمد به زبان ما آلودگی هوایی که در شهر کابل وجود داره و واقعا اونجا که شما برین میتونین که یک تنفس عمیق داشته باشین و تاثیرگذار است سر تمامی سیستم فیزیکی انسان. واقعا آقای سروش طوری که تعریف کردین البته ما نرفتیم واقعا همونقدر وقت نامش هم میشنیم همونقدر مطمئن هستین زیبایی خودش داره. از امون رسم و رواجهایی که در ولایت کاپیسا و مردم کوهستان که گفتین در اونجا هستن چگونه هست رسم و رواجهشان در روز عید؟ آیا مثل همین مردم کابل هستن یعنی در اونجا تفاوتهایی داره روز عید تجلیل کردنش؟ شما بهتر میدونید که در مورد روزهای عید که مراسم معمولا دینی هستن مراسم به صورت کل به شکل مشابهی است، یعنی فرق زیادی وجود نداره الا اینکه در یک برخوردی که وجود داشته و این ارتباط میگیره به نوع فرهنگ ها و این فرهنگ ها در حال تعالی و پیشرفت هست ممکن است که در تمام جای تاثیرگذار باشه. از این خاطر در کاپیسا ما که پدر ما قسم میکنه در گذشته ها معمولا مردم شوربا پخته میکردن یا شوربا و این شوروا را بازده هر کس در خانه کسی که می رفته از او استفاده میکرده یعنی گوشت بوده است همین شوروای معمولی که ما داره. اما بعد از اینکه تحول آمده و فرهنگ ها پیشرفتی که به میان آمده در جامعه و این فرهنگ ها در حال انکشاف است حال خوب است که این چیزی که در کابل هست همین مراسم در قریه وجود داره ولی فرقش هنوز هست که به صورت سنتی هست و مردم معمولا در قریه که هستن اول ما معمولا میریم به مسجد وقتی که از مسجد ختم میشه مراسمی که بعد از ادای نماز هست بیرون که میایین شما طفلا هستن برای از باید هم ایدی بتین هم ایدی تبریکی بتین و بسیار یک فضای جالبی داره در داخل قریه. طفلا بازی میکنند و سرگرم هستند و شما بعد از او به صورت جمعی خانواده ها یا اقارب و دور پیش ها به صورت جمعی میرن به یک خانواده و شروع میکنن از بزرگترین خانواده ای که وجود داره و او هنوز هم زنده هست و بزرگ خانواده هست میرن به خبرگیری و یادت از او و عید مبارکی از او. بعد از او شروع میشه که برای خانه های دیگر ها برین. روز اول معمولا در روزهای البته عید فطر همین طور است که بعدا باز میرن به سایه‌های دورتر از این به روزهای بعدی از این که دوستاک هستند. اما روز عید قربان با متفاوت تر از این است به خاطر که آغاز از این شروع میشه از همون قربانی و از او خاطر باز کمی متفاوت تر میباشه. واقعا فرهنگ خیلی زیبا است. البته مردم ما در مناطق مختلف کشور ما فرهنگ های متفاوت تر داره که تمامش زیبایی منحصر به فرد خودش را داره. حالا میخوایم از موین سای پرسان بکنم در مورد پروازها که چقدر به خاطر ویروس کرونا بالای پروازها تاثیرات منفی آمده و تا چی اندازه کاهش پیدا کرده. بدبختانه که این ویروس مهلک کرونا که یا کووید 19 به میان آمد و این سر تا سری شد و تمام جهان گرفت تمامی بخش و عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه را در نوردیده و جامعه را بسیار تاثیرگذار منفی بوده خصوصا در بخش اقتصادی که یک بخش از او سکتور ترانسپورت است باز خصوصا سکتور ترانسپورت هوایی است بسیار متاثر شده. از امریکا شروع که با پشتیبانی های قوی اقتصادی هستند تا به کشور مثل ما که ما زیاد پشتیبانی اقتصادی قوی نداریم پشت ایرلاین های خود یا هموز شرکت های هوایی ما و او متاثر قطعا شدین و سکتورهای هوانوردی به صورت جمعی در تمام سر تا سر دنیا متضرر شده و پروازها بسیار محدود شده و شما دیدین هم که چند مرحله ای بود که
مرحله اول کرونا، دومش، سومش، این موجایی را که داشته، این بسیار تاثیر منفی گذاشته سر ترانسپورت هوایی. بدون شک این موضوعات هست، یعنی ما از هر بخشی، از هر جایی که مهمان هم حتی داریم و داشتیم، واقعا خیلی ناراحت بود از این موضوع کرونایی و بخصوص که ما امروز دیگه مهمانایی هم داریم و داشتیم که در ارتباط به این موضوعات کرونایی صحبت کردن که نه تنها افغانستان بلکه تمام ممالک درگیر خودش ساخته و با بحران خیلی بدی روبرو هستن. بازم جای شکرش باقی است که ما هنوزم یک کمی نسبت به دیگه کشورها اونقدر درگیر نشدیم با ویروس کرونا و اینم برمیگره به اینکه بازم مردم باید مسئولیت پذیر باشن و نکات صحیح را در نظر بگیرن. موین صاحب میتونین که جوس نوش جان کنین که کوکلچا برای عید دیگه ما بر مهمونای ما در نظر گرفتیم. من ایفون کدام میوه خشک زیاد شما خوش دارین در روز عید؟ از اون دوران طفولیت اگه به یادتون مونده باشه کدام میوه خشک زیاد دوست داشتین؟ ما بیشتر همی چهارمغز ترجیح میتون. چهارمغز از اون طفولیت چون در قریه من بیشتر یافت میشه. امروی کشمش با پنیر سفید میخوردین از من؟ خوب است، معمولا چهارمغز بوده دیگه، چون ما آغازش با چهارمغز کردیم، شاید او تاثیرگذار بیشتر بوده. ولی بادام هم خیلی خوب است، زیاد به نخود علاقه من نیستم ولی خوب است که آدم کمی استفاده بکنه. دیگه کشمش خوب است اما شیرین است و بخوری بیشتر اینطور احساس راحتی بیشتر نداری، زیاد من علاقه ندارم، خصوصا شخص خودم علاقه ندارم که از زیاد کشمش استفاده. بسیار خوب. و میگن که در گذشته مردم حتی ایدی به طفلا چهارمغز میدادن به خاطر از اینکه نسبتا فراوان بود و راحت‌تر در ولایت پیدا میشد، به خاطر بدفال بیشتر چهارمغز میدادن. شما هم در دوران طفولیت گاه اوقات چهارمغز ایدی گرفتین؟ برای لایک چهارمغز ایدی گرفتیم که چهارمغز بازی کردیم. یک بازی است که چهارمغز برد یا چهارمغز بازی میگه که شما از روی حالا دیگه جامعه متفاوت شده، محروم شده. ما در سطح قریه البته که گاگایی که کوچک بودیم میرفتیم، در اوجه حتما از این بازی میکردیم و خیلی هم خوب بوده و خصوصا در روزهای اید کالیوزی که تفنگچه بر آمده و ابزارهایی که بر ساتیری متفاوت شده و کمی هم دغدغه به بار میاره که صداهای وحشتناک داره، ولی او وقتا اونطور نبوده. بازی های بسیار ساده و سنتی در خود جامعه بوده که از او ما برخوردار بودیم که متاسفانه فعلا داره از بین میره. باز در چهارمغز برد زیادتر میبردین یا میباختین؟ استعداد من زیاد کلن در این بازی ها کم است، از این خاطر که تا یادم میاد شاید ما بازی های هم که انجام دادیم بازندگی زیاد داشتیم. در بخشی که برد و باخت بوده، استثنای فوتبال که در فوتبال خوب بودیم بازی میکردیم، ولی در این بازی های دیگه ای که وجود داشته و برای طفلا در این همیشه ما میباختیم. یادم میاد موین صاحب امروز هم روز سوم عید است، تصمیم دارین جایی برین یا بازم وظیفه؟ من امروز تصمیم دارم که وظیفه که ختم میشه انشاءالله که ما بتوانم یک فرصت بکنم برم به قریه خبر پدر و مادر خود بگیرم، به خاطر از اینکه واقعا خیلی دیر آمست که خبرشان نداشتیم. از روی دور البته در تماس هستیم اما باز از نزدیک بودن یک خلوص و نیت خاص خودش داره که باید خدمت والدین باید برسه، که انشالله بعد از اینکه ختم شدم کوشش میکنم که بتوانم امروز خدا صرف بکنم به خانواده خود. موین صاحب بگم یک چانس دارین به خدا در این روزه اید این وظیفه است این از ایدی دادن بجستین مقصد؟ این یک خوبی شده که ما فایده میکنیم که دیگه کسی ایدی نمیدون. بله بازم تشکر میکنم از حضور شما در برنامه، از اینکه تشریف آوردین و انشالله که روز امید هم بر شما خوب عالی بگذره. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از حضورتان. و بیننده‌های عزیز تشکر از شما عزیزان که تا این لحظه با ما بودین، بیننده برنامه ما بودین. خدا کنه که همچنان تا این لحظه در کنار ما لحظاتان خوب سپری شده باشه. بله فعلا هم رویا جان یک وقفه که بسیار کوتاه میگیریم و در ادامه فراموش نکنین که بخش‌های موسیقی برنامه صبح زندگی هنوز باقی مانده. بله. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.